بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام بینندگان گرامی، بحث خودمون رو درباره نهج البلاغه دنبال میکنیم. در قسمت اول درباره شخصیت چند وجهی امیر مؤمنان سخن گفتیم و عرض کردیم که سخن انسان نماینده روح انسانه و هرچقدر روح بزرگ و عظیم باشه، سخن هم به همون ترتیب بزرگ و عظیم خواهد بود. و قرار شد که در این جلسه درباره بیانات خود امیر مؤمنان پیرامون خودش و معرفی خودش سخن بگوییم. اجازه میخوام که این مطلب رو از خود نهج البلاغه نقل بکنیم. خطبه 108: نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع الحکم. فرمود ما درخت پیامبری هستیم، ما کسانی هستیم که در منزلگاه ما رسالت آمده، ما کسانی هستیم که فرشتگان الهی به خانه ما رفت و آمد دارند، ما کسانی هستیم که معدنهای علمیم، ما کسانی هستیم که ینبوع و سرچشمه‌های حکمتیم. این بیان امیر مؤمنان که گزافه‌گویی هم حتما نکرده، و اگر کلمات بیش از این می توانستند در خود معنا هم کنند، مطمئنن کلمات دیگر رو حضرت انتخاب می کردند. و باز درباره این بزرگوار می خونیم در خطبه 229: انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلمه لیستضیع بهی من ولجها فاسمعوا ایها الناس وعوا و احضروا آذان قلوبكم تفهموا. ای مردمان، مثال من علی در میان شما مانند چراغ میمونه. چراغ چه کار میکنه؟ چراغ تاریکی ها رو میزداید و روشنی همراه خودش میاره. چراغی که در ظلمت درخشان است که هر کس بیاد و وارد او بشه میتواند از نور و پرتو او بهره‌مند بشود. پس اگر طالب هستید راهنمایی بشوید، پس گوش بدید و خود رو آماده کنید و گوشهای قلبتون رو هم حاضر بکنید تا آنکه بفهمید من علی ابن ابی طالب چه میگویم. این مطلب را بفهمید و ببینید که من چه گفتم. خب، برای مثال و برای نمونه همین دو تا مطلب کافی بود. یکی از دلدادگان امیر مؤمنان علی علیه السلام شخصیت بسیار 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 معروفی است به نام ابن ابی الحدید معتزلی. او درباره امیر مؤمنان سخنان فراوانی گفته. یکی از سخنان او این است: منزه است خدایی که امام علی را به والایی ها و برجستگی های مخصوص گردانید که زبان بلیغان و فصیحان نمی تواند او را بستاید و او را پیشوای هر دانشمند و رهبر هر متخصصی قرار داده است. این کلام کلام عجیبی است. از جمله آثاری که ابن ابی الحدید خلق کرده و به یادگار نهاده، یک قصیده است به نام قصیده عینیه. این قصیده عینیه از اون باب به نام قصیده عینیه نامیده شده که حرف آخر هر مصرعی با عین ختم می شود و بعد عبارت هایی که اون میگوید و ابیاتی که اون میگوید عجیب و غریب است.
عنوان می کند قد قلت للبرق الذي شق الدجا و کأن زنجیا هناک یجدع یا برق ان جئت القری فقل له اتراک تعلم من بارضک مودع فی کبن عمران الکلیم و بعده عیسی و قفی و احمد و یتبع بل فی که جبریل و میکال و اسرافیل و الملع المقدس اجمع بل فی که نور الله جل جلاله لذوی البصائر یستشف و یلمع به برقی که هر شب سینه فضا را می شکافت این پیام را می دهم ای برق اگر گذار تو به سرزمین غری سرزمین مقدس نجف افتاد به این سرزمین بگو ای سرزمین آیا می دانی چه کسی در تو به ودیعت نهاده شده؟ این سؤال رو خودش می کنه بعدم جواب می دهد ای سرزمین نجف در تو موسی کلیم در تو عیسی روح الله و در تو پیغمبر اسلام خوابیدن علی ابن ابی طالب معادل همه این هاست بعد دیگه چی؟ دیگه این است بلکه در تو ای سرزمین غری و نجف جبریل، میکال، اسرافیل که فرشتگان بزرگ خدای متعال هستند در تو آرمیدند بلکه در تو نور خدای عزوجل هست علی ابن ابی طالب برای کسانی که صاحب بصیرت هستند این نور می درخشد و رخشندگی فراوان فراوان داره این خود اول به اصطلاح این ابیات اینجوری شروع میشه بعد در اونجا میاد سراغ این مطلب این تأثیر سخن گفتن علی ابن ابی طالب بیانش میکنه والحبر یستو بالمواعظ خاشعن حتی تکاد لها القلوب و تصدعو حبر یعنی دانشمند دانشمندی که وقتی زبان می گشاید و موعظت می کند در اون هنگام می بینی که چه می بینی؟ که قلبها در برابر کلمات زیبای او کلمات مؤثر او کلمات آتشین او که از ایمان علی ابن ابی طالب نشأت می گیرد نزدیک از هم پاشیده بشود اینانی سخنانی هست که درباره مولای ما امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بیانش کردند و باز تنها اینها نیستند یکی از کسانی که شارحینه از شارحین نهج البلاغه شیخ محمد عبدوی مصریه او شدیداً تحت تأثیر جلوه های گوناگون و همه جانبه نهج البلاغه قرار گرفته تغییر پرده ها در نهج البلاغه ها و سیر دادن خواننده به عوالم گوناگون بیش از هر چیز دیگر مورد توجه و اعجاب او قرار گرفته است چنان که خود او در مقدمه شعر نهج البلاغه این گونه میگوید قطع نظر از سخنان علی به طور کلی روح علی علیه السلام روح وسیع و همه جانبه و چند بعدی است و همواره با این خصلت ستایش شده است او زمامداری است عادل عابدی شب زنده دار در محراب عبادت گریان و در میدان نبرد خندان است این بزرگوار سرپرستی است مهربان و رقیق القلب حکیمی است ژرفندیش فرمانده است لایق او هم معلم است و هم خطیب و هم قاضی و هم مفتی و هم کشاورز و هم نویسنده او انسان کامل است و بر همه دنیاهای روحی بشریت محیط است این استاد دیگر که استادی است مسیحی به نام استاد امین نخله درباره امیر مؤمنان چگونه سخن میگوید و درباره اثر جاودانی و نهج البلاغه چگونه قلم فرسایی کرده هر کس بخواهد روح دشته خود را از سخن علی سیراب سازد باید به نهج البلاغه روی آورد و آن را با دقت صفحه به صفحه بخواند و گام نهادن در پرتو نهج البلاغه را فرا بگیرد
این هم یکی دیگه از مادهین و ستایشگران امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است. عبدالحمید کاتب که در فن نویسندگی ضرب المثل که او کاتب مروان ابن محمد آخرین خلیفه اموی است و استاد ابن مقفع دانشمند و نویسنده معروف هست، دربارش گفته نویسندگی با عبدالحمید آغاز شد و با ابن العمید پایان یافت. در اوایل قرن دوم هجری زندگانی میکرده، نقل میکند. خیلی عجیبه که 70 خطبه از خطب نهج البلاغه علی ابن ابی طالب را حفظ کردم و پس از آن ذهنم جوشید که جوشید. آنچه باعث شد من ذهنم ذهن جوشانی شود، حفظ کردن 70 خطبه از خطبه های امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. و بعد جورج جرداق هم در این ارتباط درباره تأثیر نهج البلاغه عنوان می کند که من وقتی ذهنم این وقادی رو یافت که این همه سخن زیبا بگویم، این ماحصل آن بود که سراغ نهج البلاغه رفتم. نهج البلاغه را به مقدار فراوان فرا گرفتم و حفظ کردم و از آن به بعد ذهن من جوشید که جوشید که جوشید. به هر حال کتاب نهج البلاغه اثر جاودان و مانا و پایدار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. این کتاب که همان گونه که عرض شد مادون کلام خالق و ما فوق کلام بشر است و از نظر زیبایی بعد از کلمات خدای متعال که قرآن کریم باشد و بعد از سخنان رسول مکرم اسلام که علی ابن ابی طالب شاگرد مکتب اوست، بعد از این دو کتاب در صدر تمام کتاب‌های بشری قرار گرفته است و قرار دارد و شایسته است ما شیعیان که افتخار داریم پیرو امیر مؤمنان علی ابن ابی طالبیم، او را به عنوان ولی الله و خلیفه رسول الله و امام برحق میشناسیم، بسیار شایسته و بایسته است که انس خودمون رو، آشنایی خودمون رو با این کتاب هرچه زیادتر کنیم. خواهید دید شما همان گونه که قرآن مقدس درباره تمام امور مورد نیاز انسانها سخن گفته است، همان گونه هم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب درباره همه مسائل مبتلا به جامعه و همه امور مورد نیاز انسانها سخن گفته و کلام رو جاری کرده است. از همه امور در نهج البلاغه شما می توانید ببینید و نشان ببینید. در همه جا، در همه برنامه ها این بزرگوار در همه پهنه ها فرس رانده و همان گونه که عرض کردم به زیبایی هرچه تمامتر از این فرس و از این فرس راندن سرفراز برون آمده است. پس جا داره که ما درباره این کتاب تجدید نظر بکنیم. واقعا کتابی که دنیا نیازمند اوست برای درمان دردهای بشر بهترین داروست و بهترین درمان است. بشر درمانده امروز ما شدیداً نیاز احساس می‌کند درباره وجود مقدس امیر مؤمنان و درباره کتاب او، در قبال کتاب او که نهج البلاغه باشد. شایسته است که انشاءالله به بحث‌هایی که در آینده خواهیم داشت درباره نهج البلاغه و مقدماتی که درباره نهج البلاغه خواهیم گفت گوش هوش فرا بدهیم انشاءالله، و بعد هم بریم سراغ آنچرا که امیر مؤمنان بیان کرده و در حد توان علمیمون درباره کلماتی بزرگوار سخن بگوییم و شرح بدهیم انشاءالله. تا برنامه آینده خدا نگهدار همه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.